چرا حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران از پذیرش بحران وحشت دارد؟ سلام، به صفحه دو آخر هفته خوش آمدید. ویروس کرونا در ایران و گسترش سریع آن به کشورهای همسایه و فراتر نه تنها نگرانی جامعه جهانی را دامن زده، بلکه دوباره سوال‌هایی درباره کفایت حاکمیت جمهوری اسلامی در مدیریت بحران به وجود آورده. سوال‌هایی از جمله اینکه حاکمیت چه زمانی از ورود ویروس به کشور مطلع شده، چرا مناطق درگیر را قرنطینه نکرده و اینکه چرا در طول چند هفته گذشته با کم اهمیت جلوه دادن مسئله اجازه رقم خوردن یک بحران را داده. بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت و رسانه‌های دولتی هم مزید بر علت شده. در این برنامه می‌پرسیم چگونه یک ویروس تبدیل به تهدیدی برای جامعه و بحرانی برای حاکمیت در ایران شد و چرا حکومت ایران از پذیرش بحران می‌ترسد. در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. عباس میلانی رو داریم، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از پالو آلتو آمریکا. احمد سلامتیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس و سعید محیط‌فر، جامعه شناس از تهران. خوش اومد میگم به همه مهمانان برنامه. آقای میلانی، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. به لحاظ تاریخی وقتی به مسئله نگاه میکنیم، آیا هیچ وقت در تاریخ معاصر ایران ما با شرایط مشابهی مواجه بودیم؟ ولی شرایط مشابهش به این بدی بگمارم من هرگز نبوده، ولی شرایط مشابه به این معنا که ویروسی به ایران می آمده و روحانیت به لحاظ مسائل مذهبی حاضر به پذیرفتن حقیقت نبودند یا مانع راه مواجهه جدی با اون می شدند. به نظر من مصادیقش زیاده. وقتی که امیرکبیر سعی میکنه در ایران آبله بکوبه، مثلا مبارزه با آبله رو مطرح میکنه، روحانیون باش مخالفت میکنن، یعنی که این خلاف شرع، حتی جریمه میگذاره و اونها باز هم مقاومت میکنن. شاید از لحاظ بدن انسانی زیان بارترین مصداقش، مصداق مشابهش، نحوه برخورد اکثریت روحانیون با وبا بود. وقتی وبا به ایران میاد، اونها دوباره حتی نمیپذیرن که این میکروب هست، حتی نمیپذیرن که آبها رو پاک بکنن، چون میگفتن آب کور پاک، دیگه پاک کردن نداره. مانع شدن که جلوی مرزها رو ببندن، مانع میشدن که حتی اجساد رو از اماکن مقدس نیارن در اینجا. خلاصه شباهت‌هاش زیاد بوده. این برخورد شرعیش، ولی برخورد مصداقی بحران هم تاریخ 41 سال این رژیم نشون داده که با پنهانکاری و دروغ و ریا سعی میکنه کتمان بکنه مسائل رو، که ابعاد بحران رو و هر روز اعتماد مردم به حرفش کمتر شده. جالب این هست که در حداقل در چند روز گذشته هم مثلا ما از تولیت حرم در قم شنیدیم که گفته میشه نقره اثر خاصی داره و نقره هایی که در حرم هست اجازه نمیده که این ویروس گسترش پیدا بکنه. اما خب به هر حال از آن چه که شما گفتید یک سده گذشته و به نظر میرسه که هنوز برخی از اون اعتقادات پابرجاست. تازه امروز از وزیر بهداشت میشنویم که تجمعاتی مثل نماز جماعت، نماز جمعه قرار هست که محدود بشه در شهرهای مثل قم و شهرهای دیگر. واقعا فکر میکنید برخورد حاکمیت آیا اینجا یک تأخیری داشت برای اینکه، یعنی به نسبت اون بحرانی که باهاش مواجه بوده؟ حتما تأخیر داشت، برای اینکه همونطوری که فرمودید ما دقیقا نمیدونیم که اینا اول بار که فهمیدن چه مسئله در قم هست کیه. آیا به خاطر انتخابات، به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای انتظار انتخابات با شکوه داشت خبر رو پنهان کردن؟ آیا براستی میدونستن که باید قم رو قرنطینه بکنن؟ میخواستن بعضی از مقامات و مقامات مذهبی دستور دادن که نخیر، خلاف شأن
اسلام خلاف شأن اینجاست، آیا دلایل اقتصادی داشتن. به لحاظ اینکه همه چیز پنهانه، به لحاظ اینکه یک نظامی است که به طور سازمان یافته دروغ میگه و منافع مردم رو حاضر برای منافع خودش و برای منافع یک انتصابات کذایی تا این حد به خطر بیاندازه، به نظر من هر روز ابعاد بحران وسیع‌تر شده، ابعاد بیماری وسیع‌تر شده و در مقابلش اینکه بریم نقاره بزنیم، اینکه بریم سینه بزنیم، اینکه این مملکت صاحب داره، ویروس چی کار است، این شعارهای تو خالی احمقانه واقعا به گمان من این بحران رو شاید به یه بحران منطقی و جهانی تبدیل کنه. از چین شروع شده ولی ممکنه مرکز انتشارش الان خاورمیانه بشه. آقای سلامتیان، آقای میلانی صحبت از یک بحران جهانی کردند، از چین آغاز شد، ولی به نظر میرسه که چین با این که اونها هم به هر حال حکومت ایدئولوژیکی رو ما در چین میبینیم، اما اونها کم و بیش تونستن بحران رو مهار بکنن. چه تفاوت‌هایی میبینید شما بین ایران و چین که عملا ایران نتوانست اون کاری رو که چین انجام داده حداقل تا اینجا بکنه؟ ببینید، اگر قبول بکنم که بحران اصلی در ارتباط با ویروس که الان آشکار شده بحران دروغه. دروغ وقتی من میگم دروغ رسمی، دروغ حکومتی، یعنی مشکل داشتن با درک واقعیت و روایت واقعیت. این مشکل داشتن بعضی وقتا با سوء ظن و حسن ظن، بعضی وقتا نه، به طور کلی تقدس‌های دیگری، امرهای دیگری فراتر از درک و روایت واقعیت در برخورد با واقعیت ذهن رو کاملا در چنگال خودش میگیره. به من اجازه بدید بگم که در طول تاریخ اگر نگاه بکنیم، دعوای بین دین و علم خیلی زیاد بوده. تصادفاً اولین باری که دعوای دین و علم دنیا رو تکان داده، دعوای بر سر طاعون قرون وسطای اروپاست. بعد از اون هم هست. در کشور ما دعوای بین دین و علم در مواردی که بیماری‌های فراگیر پیش اومده وجود داشته. ولی چند امروز ما مواجه با یه پدیده جدید که اینجا درست برای من پیوند بین چین میشه و نظامی که از نقطه نظر روایت مذهبی میخواد هنوز در مقابل قرون وسطی باقی بمانه، و اون عبارت از اینه که من اجازه بگم برای کج روایت کردن واقعیت، کج درک کردن واقعیت، عمده ترین خطر داشتن حقیقت‌های ماورای اندازه‌گیری واقعیت و نگاه به واقعیت. اون حقیقت‌ها در قدیم قرون وسطی عمده ترینش حقیقت دینی بود که به جنگ جستجوی درک واقعیت عینی می‌آمد. در قرن بیستم یک حقیقت دیگری به اون اضافه شده که حقیقت ایدئولوژیک. نظام‌های تمامیت‌خواه قرن بیستمی دارای حقیقت‌های مطلقی هستند که میخوان واقعیت را با زور تازیانه بیارن در قالب حرکت حقیقتی که دارن. جمهوری اسلامی امروز مواجه با این مشکل عمده است و 40 سال این مشکل رو داره. جمهوری اسلامی یک موجود دوزیستی است، زوحیاتینه. از یک طرف یک پدیده ایدئولوژی که تمامیت خواه قرن بیستمی است، اجازه بدید دقیق تر بگم نیمه اول قرن بیستم، که برادر خوانده هاش بیشتر در کمونیسم و در فاشیسم و در نازیسم ابتدای قرن بیستم دیده میشن. یک جهت دیگه عبارت از اینه که ردای قداست مذهبی به حقیقت مذهبی رو هم پیدا کرده که خود اون رو ابزار ایدئولوژیک کرده. بنابراین این جمهوری مشکلاتش بسیار بسیار با برخورد واقعیت زیاد داره، چون باید واقعیت رو به هر قیمتی که شده یا کش بده که به اندازه تخت پروکوس یونانی، ببخشید میگویند که در جاده اولمپ یونان قدیم یک راهزنی بود به اسم پروکوس. پروکوس تختی داشت، هر مسافری که میخواست به زیارت اون پانتئون یونان بره روی تخت میخوابون. اگه قدش بزرگتر از این تخت بود، این طرف اون طرفش رو میبرید.
اگه کوچکتر بود اینقدر میکشید تا اندازه تخت بشید. در نتیجه اون راهزن موفق میشد اجازه نده هیچ زائری به اون معبد یونان قدیم برسه. امروز تلفیق ایدئولوژی مذهبی و ایدئولوژی قرن بیستمی در ایران وضعیتی وجود آورده که اون تختی که حاکمیت در ذهنش داره، حقیقتی که رأس حاکمیت اعلام میکنه و دیگران باید به اون شکل ببیننش، چشم و گوش خودشون رو متناسب با اون تنظیم بکنن. دیگه چشم و گوش ابزار دیدن و شنیدن نیست، باید گوش رو کر کرد، چشم رو کور کرد و فقط به فقط حقیقت نازله از بالا رو قبول کرد و دنبال کرد. در یک پدیده همه‌گیر جهانگیر، پدیده‌ای که صحنه شگفت‌آور اون در معاون وزارت بهداری ایران و سخنگوی دولت که بدل به بالاترین ویدئوی جهان شد از نگاه کردنش، قشنگ نشون میده که نظام‌های ایدئولوژیک مشکل فطری و ذاتی دارن، به خصوص اگر ردای مذهبی پوشیده بودن باشن، با برخورد واقعیت. حالی که جامعه مدرن ما جامعه است که واقعیت‌های متحول و گوناگون، پدیده‌های گوناگون لحظه به لحظه نه مرز دارند، نه زمان دارند، نه مکان دارند و همه را غافلگیر می‌کنند. این مشکل نهادینه. بستگی به اراده من یا کوشش این یا اون برای اصلاحش هم نداره. احتیاج به خانه تکانی عظیم ذهنی داره در ارتباط بین حقیقت و روایت واقعیت و درک ما. آقای محیط فرد، شما در ایران هستید و بهتر از ما قطعا دیده اید که چطور به هر حال حاکمیت قصدش این هست که کل مسئله همه‌گیر شدن این ویروس رو تقلیل بده و کوچکتر جلوه بده و شاید دلیلش هم این هست که نمیخواد اضطراب اجتماعی و وحشت اجتماعی رو دامن بزنه. ولی جامعه چطور میبینه این مسئله رو؟ مردم چطور نگاه میکنن؟ لازمه فرمایید ما همونطور که عزیزان اشاره فرمودن با یک جامعه سر و کار داریم که این جامعه متاسفانه طی دهه‌ها به تدریج کارکردهای خودش رو در بخش‌های مختلف از دست داده. من بارها اشاره کردم که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که جمعیت کثیری هستند و متاسفانه به دلیل فقدان نهادهای اجتماعی و یا سستی و ضعف اونها جامعه ایرانی دیگه اون کارکردهای اصلی خودش رو تا حد زیادی از دست داده و نهایتاً به قول یکی از دوستان میگفتش که ما در وضعیتی هستیم که صرفاً قدرت امنیتی و انتظامی توانسته این نظم موجود رو حفظ بکنه. خب به عبارتی حالا این وضعیت رو داریم، یعنی جامعه‌ای که متأسفانه بسیاری از کارکردهای خودش رو از دست داده، ولی از اون طرف هم درگیر شدیم با یک به اصطلاح نظام سیاسی که متأسفانه دچار بحران کارآمدی هم شده. یعنی این موضوع از دو وجه شرایط بسیار خطرناکی رو در کشور ایران ایجاد کرده که نه در واقع در شرایط بحران جامعه میتونه از خودش یک واکنش های مؤثر رو نشون بده و مشکلات رو برطرف بکنه و نه حاکمیت به دلیل بحران کارآمدی و مسئله فساد و مشکلات دیگه‌ای که داشته بتونه این نظم موجود رو کنترل بکنن. بنابراین نهایتاً در واقع تلاش میشه که واقعیت‌ها اونطوری که هستند جلوه داده نشن. خب یک نکته دیگر هم من عرض بکنم بعد بحثم رو جمع بکنم. ببینید به هر حال ما در جهان زندگی میکنیم که پر است از در واقع ملموسات و اموری که بر حواس ما تأثیر میگذارن و اون ماها رو ما اسمشون رو گشتیم واقعیت‌های بیرونی، ولی جهان اجتماعی و جهان انسان‌ها صرفاً از این مادیات و یا این عرصه‌های محسوس تشکیل نمیشه، بلکه ما انسان‌ها با دخالت فکر و اندیشه خودمون
و به عبارتی برساخت موضوعات میتونیم واقعیت‌های جدید رو شکل بدیم. بنابراین شما اگر خوب نگاه کنید، جامعه تا حد زیادی تشکیل شده است از همین برساخت‌ها که در واقع همون ذهنیات ما هست که از سوی افراد مهم برای ما تعیین شده اند و جامعه در شکلی که امروز داریم و تغییرات اون به وجود میاد. حالا اگر فرض بفرمایید که امکان برساخت مسائل جدید برای ما وجود نداشته باشه، بنابراین جامعه در مسائل مستحدثه دچار مشکل میشه. الان ببینید، برای اینکه جامعه بتونه موضوعات جدید رو مثل همین مشکلی که به وجود آمده به خوبی متناسب با شرایط جدید برای جامعه فهم بکنه و مردم اون رو بفهمن و متناسب با اون کنش از خودشون نشون بدن، اینجا نیاز به یک سلسله مراتب اعتبار هست، اعتبار معتمدین، اعتبار کسانی که در نزد مردم دارای اهمیت و موقعیت و جایگاه هستن و نهایتاً اینها بتونن با مداخله خودشون و با تعریف مشکل برای مردم و در واقع دیدن ابعاد اون مشکل رو بتونن توضیح بدن و واقعیت اون رو شکل بدن. متاسفانه ما الان در شرایطی هستیم که سلسله مراتب اعتبار در جامعهمون به شدت زیان دیده و چون حاکمیت خودش رو در جای همه مراتب اعتبار گذاشته، خودش رو جای تمام معتمدین، خودش رو جای تمام نخبگان و خودش رو جای تمام کسانی که میتوانند تعریف و تحلیل مسئله و تبیین امور را برای جامعه بکنن قرار داده و خودش هم فاقد کارآمدی برای تحلیل و تبیین موضوع هست. علاوه بر اون آنچه که اشاره فرمودن مهمان عزیزتون، به قدری سخنان نادرست در همین مدت کم گفته، بنابراین جامعه امروز در وضعیتی قرار گرفته که متاسفانه نمیتونه به کسی اعتماد کنه، نمیتونه واقعیت‌ها رو اونطوری که هستن بشناسه، به نهایتاً عکس‌العمل از خودش نشون بده. ببخشید حرفتون رو مردم و هم حاکمیت رو در بر خواهد گرفت. آقای مایفت ببخشید حرفتون رو قطع می‌کنم، ولی این به ضرر خود جامعه هم هست. مثلا در چه شرایطی ما در جامعه قرار گرفتیم که حتی وقتی معاون وزیر بهداشت میاد میگه من خودم مبتلا به ویروس شدم، بخش بزرگی از جامعه قبول نمی‌کنه، یعنی حتی در مورد اون هم شک ایجاد میشه. عرض کردم ببینید، عبارتی ما الان به خاطر همون تحلیل نهادهای اجتماعی، نخبگان، سلسله مراتب اعتبار، امروز در واقع جامعه نمیدونه به چه کسی توجه کنه، به کی گوش بکنه، کی حرف درست میزنه. تا کنون فقط تمام توجهش به حاکمیتی بوده که این حاکمیت ظاهراً اون رو به پیش میبرده، ولی سالهاست که در واقع این حاکمیت هم نمیتونه اون نقشا و کارکردهای خودش رو ایفا کنه. مثلا شما مشابه چین رو مثال زدید. ببینید، چین هم یک حاکمیتی توتالیتر و تمامیت خواه داره، ولی مسئله دیگه ای که اون داره به هر حال داره یک کارآمدی است و میتونه در شرایط موجود جامعه رو با اون مؤلفه ها به پیش ببره. ولی متاسفانه ما در شرایطی هستیم که در واقع ضمن این که تمام نهادهای اجتماعی اون کارکردهای اصلی خودشون رو از دست دادن و سوس شدن، نخبگان در جامعه بی‌اعتبار شدن، معتمدین تأثیر بر افکار عمومی و مردم ندارن، در این حال حاکمیت هم در واقع به دلیل همون مسائلی که اشاره کردن دوستان به شما اشاره کردید، نمیتونه در واقع اعتماد مردم رو جلب بکنه و نهایتاً مسیرهای درست رو برای مواجهه با این بحران پیش روی مردم بگذاره و نهایتاً مردم امروز در یک سرگردانی و یک وادی بسیار خطرناکی گرفتار شدن که همینطور از هر طرف شایعات، مسائل و مشکلاتی بیان میشه، ولی در واقع به هیچ وجه هم تبدیل نمیشه به یک پلتفرمی، به یک مثلا چیزی که بتونه ما رو از این بحران خارج بکنه. آقای میلانی، آیا فکر میکنید که مسائلی که در ذهن خودمون در مورد این حاکمیت داریم و جامعه ایران داره هست که باعث میشه این عدم اعتماد بیشتر و بیشتر بشه؟ یعنی حتی در مواردی که فرض بگیریم شاید اگر به حاکمیت اعتماد هم وجود داشت یا اگر حاکمیت اقدام صحیحی هم انجام میداد، اون وقت این عدم اعتماد باعث میشه که جامعه فکر بکنه که خب اون اقدام به هیچ عنوان
صحیح نیست. فکر میکنید چقدر این موازنه در کجا قرار گرفته؟ واقعیت اولا اینه که ما با نظامی روبرو هستیم که اساس اندیشش، یعنی ولایت فقیه، اینه که مردم صغیرن، مردم ولی میخوان، مردم خودشون عقلشون نمیرسه. وقتی با چنین نظامی روبرو هستیم، وقتی چنین فکری به زور 41 ساله به ملت ایران، ملتی که 110 سال پیش انقلاب مشروطه کرده، تحمیل شده، اساس کار ایرانه. من فکر میکنم جامعه ایران کار کرد ها شاید دست داده. جامعه ایران به گمان من که تمام من توان این رو داره که با بحرانهایی که حتی این رژیم ایجاد کرده مسئله رو، بحرانها رو حل بکنه. ولی این رژیم مانع اصلی حل بحرانه، چون دروغ میگه. اولا دروغ گفتن دوباره بخشی از نهاد فکرشه، فکر میکنه تقیه، فکر میکنه خوده، مفاهیمی هستن که باش میتونه وضع خودش رو حفظ بکنه و فکر میکنه که خود ولی فقیه بهتر از هر کسی میدونه که خوده لازمه و مصلحت مردم رو بهتر از مردم میدونه. ولی همه امروز اگر جامعه ایران رو ول کنن، توان حل این قضیه رو داره. جامعه ایران اعتمادشو به همه معتمدین از دست نده، اعتمادشو به این رژیم از دست داده، به این معتمدین از دست داده. وقتی یک گروه 41 سال یک گروه واحدی 2000 تا مرد 2300 تا مرد الان 41 سال زمان عمر این مملکت رو دست گرفتن و ولم نمی کنن. هر دفعه اشتباه کردن با زور و با داغ و با درفش و با حبس کردن و با حصر کردن و با بیرون کردن از مملکت، تمام کسانی که حرف حق می زدن رو از بین بردن یا ساکت کردن. جامعه ایران میتونه این مسئله رو حل بکنه. عقل جامعه ایران خیلی بیشتر از اینها میرسه، از رادیو تلویزیون میرسه، از اون برنامه سازی که میاد میگه که این سرماخوردگی آقای ولایتی که 41 سال تبابت نکرده، وقتی هم که تبابت میکرده متخصص اطفال بوده، چرا این آدم رو میارید و اون خزعبلات رو میگه؟ وقتی که معتمد رهبر در همه مسائل آقای ولایتی است، وقتی که مردم بارها و بارها مثلا به قالیباف رأی منفی دادن، اینها تمام کسانی که مردم بهشون رأی منفی دادن انگار با عناد با مردم تحمیل به مردم میکنن. رئیسی رو کردن رئیس قوه قضاییه، محمدی رو کردن رئیس. مردم از اینها زده میشن. وقتی که این دروغ هایی که در قضیه هواپیمای اوکراین گفتند، این قضیه 41 سال پیش نیست. اینا اگر امکان یادگیری داشتن از اون قضیه یاد میگرفتن، از اون قضیه یاد میگرفتن که وقتی هواپیما رو میزنید در شرایط جنگی، آمریکا و چین و ماچین دارن نگاهتون میکنن، با ماهواره دارن ارزیابی میکنن. چرا دروغ میگید؟ وقتی که ویروس هست و میدونید مسافر بره از ایران خارج بشه، ترکیه میفهمه، افغانستان میفهمه، مملکت رو الان یک زندان تبدیل کردید برای اینکه حاضر نشدید قوم رو قرنطینه بکنید. برای شما فکر میکنید که حاکمیت اتفاقا بحران رو میطلبه؟ حاکمیت اولا بحران رو که حتما میطلبه، منتها من فکر نمیکنم حتی این حاکمیت نابخرد و بیکفایت و بیبصیرت دلش میخواد وضع رو به اینجا برسونه. ولی در نهادش پذیرفتن این که عقلش به یه چیزایی نمیرسه نیست. نهاد ولایت فقیه نمیپذیره که با احادیث 1400 سال پیش شهر مدینه 4000 نفری نمیشه ایران 85 میلیون نفری رو که 60% تحصیلگرده های دانشگاهیش الان شاید زن هستن اداره کرد. شما نمیتونید با 2300 تا مردی جامعه رو اداره بکنید که نصفش زنا هستن، زنان درخشان هستن که در هر رشته موفقیت داشتن. چند تا زن اینها اجازه دادن در رهبری قرار بگیرن؟ صفر. خب میدونید محدودیت های خودشون رو نمیپذیرن و چون با دروغ تا به حال سر کار موندن، فکر میکنن که دوباره هم با دروغ میشه سر کار موند. و چون این بحران ها داره پیاپی میشه، با
بحران اقتصادی دیگری در راه خواهد بود. تردید نداشته باشید. وضع اقتصادی ایران قطعاً به بحران و به تظاهرات میفته، میانجامه. وضع دانشگاه ها رو ببینید. این بازداشت هایی که در دانشگاه ها کردن شر نمی کنه رژیم بحران زده. رژیمی که مملکت رو به این وضع کشونده، به جای اینکه فضا رو باز بکنه، به جای اینکه دانشجویانی که به راستی معتمد مردم هستن بیاره، حتی اگر زندان هستن بیاره بیرون که آرام بکنه، بازداشت کردن. ببینید چند نفر آقای نبوی رو بازداشت کردن. ببینید چه بلایی بر سر بقیه کسانی که هر به جرأت حرف زدن دارن آوردن. یعنی در ذات این رژیم این سرکوب به عنوان راه گریز و دروغ به عنوان راه تخفیف بحران متاسفانه هست و این دفعه دوباره ابعادش به گمان من متاسفانه داره جهانی میشه. آقای سلامتیان، آقای میلانی هم اشاره کردند به یک مجموعه ای از مسائل بحرانی که در طول چند ماه گذشته حاکمیت در ایران باهاش مواجه بوده، از تظاهرات در آبان ماه و بعد از اون سرنگونی هواپیما و حالا مسئله ویروس، و این وسط هم اتفاقات بیشتری هم افتاده که به بی‌اعتمادی در جامعه بیشتر و بیشتر دامن زده. فکر می‌کنید اگر اونطور که آقای میلانی گفتن جامعه رو به حال خودش اگر وا بگذاریم و خود جامعه اگه بخواد این مسائل رو مدیریت بکنه، بهتر از حاکمیت میتونه این بحران‌ها رو مدیریت کنه؟ من 100% در این موضع با آقای میلانی موافقم. حتی به اجازه بدید اگر نگاه بکنم به مصائبی که در 40 سال گذشته بر سر ملت ایران آمده است و بگم که در یک قرن گذشته ملت‌های اگر بودند که با چنین مصائبی با تنوع و گوناگونیش سر و کار داشته بودند، اون ملت‌ها به کل نابود شده بودند. اگر این مردم در مجموع خود بعد از 40 سال با انواع اقسام شگردها توانستند این حاکمیتی رو که از نقطه نظر اندازه و قد و شأنش به نظر من بسیار کوچکتر از اندازه و قد و شأن مردمی که اونها رو میخواد صغیر بدانه و هنوز برشون ولایت بکنه، با اون سر بکنن، به ترتیبی که همین امروز حیات و زندگی جامعه مدنی ایران در داخل و خارج کشور همه رو به شگفتی بازی داره. همین کسانی که امروز در بیمارستان‌ها به این شکل علارغم همه این مشکلات مسئله ویروسی رو که در جهان، من در فرانسه که الان می‌بینم، اینم دستگاه بهداشتی فرانسه با همه توانایی‌هاش با 2 مورد 2 روز گذشته که منشأ 2 تاشو نمی‌دونسته متزلزل داره میشه. من وقتی نگاه می‌کنم پرستار و دکتر و متخصص ایرانی با چه آرامشی علارغم همه این فشارها میتوانه بالاخره بدل به یک بند و بستی بشه که جامعه رو حفظ بکنه، میگم این جامعه، این شایستگی هاش بسیار بالاتر از اون حکومتی است که درست اجازه بدید مصداق یک مرجع تقلید رو بگم که کسی به نگه نیم ستیزی میکنم. علامه ناینی در همون ابتدای مشروطیت مطلبی رو ترجمه کرده، بیان کرده، من الان کلی ازش یادم میاد، اصطلاحی را که آقای میلانی گفتن به یادم آورد، که در مورد تقسیم استبداد میکنه به استبداد دینی و استبداد سیاسی. استبداد دینی رو میگه متکی بر خدعه و تدلیسه و میگه علتش عبارت از اینه که مردم رو مستثقر میخواهد، صغیر میخواهد که بخواد بر اونها عبودیت بکنه. طرفدار اینه، میخواد مردم رو عبد و برده و بنده خودش بکنه. اصطلاحاتی که میگم درست اصطلاحات میرزای ناینی است و میگه همون وقتم که خطر این از خطر استبداد دینی، استبداد سنتی که میشناختیم بیشتره، چون مانع این درست هوشیاری مردم و صرافت پیدا کردن مردمه. به من اجازه بدید بگم امروز لغزنده ترین حربه‌ای که مثل پر پرنیان تاریخ قدیم ایران که با شمشیر مقایسش میکردن در برابر این استبداد قرن بیستومی و قرون گذشته دینی قد علم کرده و مثل حریر از زیر پای او داره مواضع مختلفش رو میگیره، این بدنه جامعه است. یک سر سوزن بدنه جامعه ایران رو به عنوان
ارباب و ولی خودشون حاکمین قبول بکنن، قبول بکنن که باید از مردم یاد بگیرن. اجازه بدید همه کوشش هایی که حکومت ظرف این سالها کرده در ایران نخ بکشی کنه، همه کاری که کرده که همگان را در قم به اندازه تولیت قم تربیت بکنه. والا قم با تمام مشخصاتش از سوهانپزش و شاگرد سوهانپزش از این تولیت امروز قم فهم و شعورش و ورودش به زمان خودش بسیار بیشتره. من به اجازه بدید بگم من سخت به ملت ایران هنوز اعتماد دارم و میگم این جره سختی رو که این دو نوع سلفیگری برگشتن به 1400 سال قبل و دنیای آینده ایدئولوژیک که بنا سپه درخشان درست بکنه برای بشریت علی رغم میل بشریت باید همه رو به بهش ببره و برایشون جهنم در زمین فراهم بکنه، در ایران کم کم به نفس افتاده. صحنه هایی که امروز ما در ارتباط با این مسئله کرونایی که همه گیر شده همه رو میترسانه میبینیم، صحنه هایی که نشون میده که این افراد دیگه نمیتوانند دایه دینداری داشته باشند نه دایه دنیاداری. مشخصه عمده چین، باز اجازه بدید فراموش نکنم، تن سیاوپونگ که چین رو عوض کرد جمله بسیار زیبایی داره، میگه از گربه انتظار دارن موش بگیره، سرخ و سیاه بودنش فرقی نمیکنه. نظام جمهوری اسلامی باید بدونه که در قرن 21 مردم ایران انتظار به نظام و حکومتی دارند که امورشون حل و فصل بکنه، نه این که سرخ باشه یا سبز باشه یا زرد باشه. اگه نمیخواد این رو بفهمه خودش داره مستقیما به طرف دیوار میره. من هنوز که هنوزه معتقد نیستم که مردم ایران در اون پرنیانی که عرض کردم، در اون حریری که زیر پای حکومت پهن کردن، بگذارن تصادم دیوار به وجود بیاد. مردم ایران در گذشتن نشون دادن اصلا پادزهرای این تعصبات رو ما در فرهنگ خودمون داریم. اگر امروز در برخورد با این ویروس خطرناک یک مرتبه ما میبینیم بذله‌گویی و طنزگویی و شعرگویی وسعت میگیره بین مردم، اینا دفاعهایی است که در طول تاریخ این مردم در فرهنگ خودشون انباشتن. و برابر این سلطه نظام استبدادی ایدئولوژیک من فکر میکنم روزها و ساعتهاش متدرجن داره به شمارش میفته. آقای مهیفرج، شما هم در ایران آیا شاهد چنین چیزی هستید؟ مشاهدات شما به عنوان یه جامعه شناس آیا گفته های آقای سلامتیان رو تایید میکنه؟ به طور بالقوه قطعا جامعه ایران به لحاظ هم سوابق تاریخیش هم به حال واکنش هایی که در طی در واقع صد و چند سال گذشته از خودش نشون داده، قطعا پتانسیل های بسیار قوی و نیرومندی در جامعه ما وجود داره. ولی در واقع بنده به عنوان یه جامعه شناس به حال در این جامعه رفت آمد دارم، در دانشگاه بودم، در مراکز مختلف بودم، در افواه بودم. متاسفانه جامعه ایران زیان بسیار زیادی خورده. متاسفانه در واقع امروز ما متاسفانه ارتباط ما با آقای مهیفرج قطع میشه. تلاش خواهیم کرد در ادامه برنامه باز هم آقای مهیفرج رو داشته باشیم، اما در حال حاضر اجازه بدید آقای میلانی برگردیم به شما. داشتیم میشنیدیم، کم و بیش متوجه شدیم که آقای میلانی که آقای مهیفرج داشت میگفت که ساختارها در جامعه ایران به هم ریخته و این نگران کننده هست. فکر میکنید چه شرایطی باید پیش بیاد که دوباره جامعه بتونه اون ساختار خودش رو دوباره بتونه از درون خودش رو بسازه؟ اولا به گمان من الان جامعه ایران که ازش صحبت کنیم حداقل 3 میلیون در خارج هستن، تعداد دقیقش رو نمیدونیم ولی به هر حال حداقل 3 میلیون در خارج، یعنی از یه جمعیت 85 میلیونی. و این 3 میلیون توان این که مثلا در همین قضیه به این حل این بحران کمک بکنند دارن. متخصص ویروس شناس، متخصصی که در قرن 21 تحصیل کرده، نه مثل آقای ولایتی قرن 20
طب اطفال میخونده دارن، ولی این جامعه دوباره به لحاظ اینکه اینها خودشون رو از همه عاقل‌تر میدونن و حاضر نیستن بپذیرن که مملکت رو کشتی رو به گل نشوندن، حاضر نیستن از این امکانات استفاده کنن. امکانات داخل هم به گمان من ایشون تردید ندارم در ایران زندگی میکنن، در دانشگاه تشریف دارن. منم این بخت رو دارم که گاهی با دانشجویان ایرانی در از ایران تماس پیدا کنم، وقتی بعضی میان به دانشگاه ما میبینم درخشان این جامعه. و یکی از تلاش هایی که دولت های از جنس رژیم اسلامی میکنن، یعنی دولت های شبه توتالیتر، دقیقا اینه که جامعه رو به امکانات خودش و به بالقوه های خودش ناامید بکنن، بهشون بقبولونن که صغیری، بهشون بقبولونن که شما بدون ما امکان ادامه ندارید، بهشون بقبولونن که اگر بلایی داره الان بر سرتون میاد، این بلا از خودتونه، این جایی ریشه در خودتون داره. ببینید بعضی از این حوادثی که اتفاق افتاد، زلزله آمد در کرمانشاه، کی اول رفت در اونجا کمک کرد؟ مردم ایران بودن، توان خودسازماندهی مردم ایران بودن. در بم آقای شجریان رفت کنسرت گذاشت، هنرپیشه‌های دیگه رفتن، در سیل، در شیراز، اینا وقتی که کوچک، الان همین الان میبینیم که از طریق همین فضاهای مجازی دارن در محله ها سعی میکنن گروه هایی رو درست بکنن که در سطح محلی وقتی کسی به بحران میرسه، کسی ویروس پیدا میکنه، قرنطینه های محلی میکنن. عقل مردم خیلی بیشتر از این رژیم میرسه، کفایت مردم خیلی بیشتر از این رژیمه. بحران ایران به خاطر اینه که اینها این رژیم کفایت های مردم رو 41 ساله به رسمیت نشناخته. شما نمیتونید برای مملکتی حکومت بکنید و فکر کنید که تمام امکاناتش رو عملی خواهد کرد وقتی که 41 ساله بهش میگید که من عقلم از شما بیشتر میرسه، شما سخیلید. آقای محیط‌فر برگشتن با ما. آقای محیط‌فر داشتید اشاره می‌کردید به این که جامعه یه مقداری ساختارش رو از دست داده. اگه بخوایم مربوطش بکنیم به همین ویروس کرونا، بحرانی که بر سر آمدن ویروس کرونا الان جامعه ایران دوچارش شده، اگه بخواید مثالی برامون بزنید چه خواهید گفت از آن چه که در جامعه ایران در حال حاضر دارید می‌بینید؟ شما اگر امروز در تهران و یا شهرهای دیگه برید، ببینید این وهم و ترس نسبت به مشکل فراوانه، ولی در این حال این که مردم به دلیل همون فقدان نهادهای اجتماعی که خود تبلیغ بریافته خودشون باشه و طی زمان اینها تونسته باشن در اونها رشد کرده باشن و در واقع سلسله مراتب اعتبار در اونها شکل گرفته باشه، در فقدان اون دچار سرگردانی هست. یعنی این خودش تا حد زیادی باعث خطاهای جدیتر شده. الان من همین امروز توی شهر این طرف اون طرف میرفتم، در واقع افراد سرسام گرفتن. چرا؟ چون ترس نسبت به بیماری هست، ولی در این حال هیچ کس نمیدونه چیکار باید کرد، نمیدونه مسیری که باید در مواجهه با اون انجام بده چی است. نهادهایی نیستن که بتونن در واقع به موقع مسیر رو مشخص بکنن و تا حدی به کمک مردم بیان. اشاره کردن مثلا در موقع زلزله یا در مواقع دیگه مردم آمدن کارهایی کردن. ببینید شما در همون زلزله‌ای که اتفاق افتاده، ما زلزله بم رو داشتیم، اونقدر مردم بدون برنامه، بدون هیچ چیزی هجوم آوردن به شهر بم و اونقدر در واقع مشکل ایجاد کردن که نه تنها کمکی نتونستن بکنن، بلکه تازه بر مشکلات افزودن. به هر حال درسته که مردم عرق دارن، علاقه دارن، میخواهند با مشکلات روبرو بشن، مشکل آگاه هستن، ولی شما وقتی که فاقد یک نهادهای کارآمد، فاقد یک سازماندهی مشخصی که در واقع طی زمان شکل گرفته باشه باشید، قاعدتا مجموعه این کنش ها به کمک شما نخواهد آمد و در واقع ممکنه که شما رو درگیر یک سرسام و مشکلات روزافزون بکنه. ببینید مسئله اصلی اینه. من نمیخوام بگم که مردم ایران مردمی هستن که مثلا فاقد کارایی هم به توانمندی هستن، نه خیر، ولی ما این رو میدونیم که قطعا در جامعه بشری هر کاری در چارچوبای خاص خودش، گروه خودش، تشکل خودش، ویژگی خودش رو میخواد.
متاسفانه طی دهه‌های متمادی هرگاه این ملت آمده در سطوح پایین و حتی در هر سطحی صنفی، نمیدونم محلی و یا مثلا پس فرواد حوزه‌های دیگه کاری بکنه، تجمعی داشته باشه، با همدیگه همکاری بکنن، تجربه کنن همدیگه رو، تمام اینا از میان رفته. به گونه‌ای که امروز حتی مثلا در سطح دانشگاه هم در واقع شما بین کسانی که صاحب فکر و اندیشه هستن دارای یک در واقع موقعیت درست و اصولی نیستید و همونجا هم به خاطر همین فقدان این سازماندهی و فقدان این سلسله مراتب اعتبار اونجا تعارض و خشونت و مواجهه با یک دیگه به وجود میاد. تو مسئله در واقع این بیماری هم الان وضعیت کشور یه همچین حالتی داره. همه علاقمندن، همه ترس آگاه هم، همه آگاهی دارن، دانشگاه رفتن، تحصیل کردن، بلازه بلغوبه خیلی توانایی در جامعه ما وجود داره. ولی آیا صرف وجود این توانایی ها میتونه مشکلی رو برطرف بکنه بدون در فقدان در واقع یک سازماندهی، در فقدان یک نهادهای در واقع کارآمد و مؤثر؟ آقای سلامتیان، آقای محیط‌فر، به بحث نبود نهادهای مدنی و سازماندهی در کشور اشاره کردند. فکر میکنید فرض بگیریم اگر این مسئله جلوتر بره و با توجه به اینکه در چند هفته گذشته هرچه که جلوتر آمدیم میبینیم که مسئولان هم در ایران دارن تصمیماتی میگیرن، حالا اگر میشتونه از طریق فشارهایی باشه که شبکه‌های اجتماعی میارن، فشارهایی باشه که از خارج از ایران بر حاکمیت وارد میشه، مثلا در مورد همین حرم در قم میشنویم که حالا محدودیت‌هایی اعمال شده در حالی که در روزهای گذشته این محدودیت نبود، در مورد برگزاری نماز جماعت و نماز جمعه میشتویم حالا قرار هست محدودیت‌هایی برقرار بشه که پیشتر نبود، در مورد کلیه تجمعات به نظر میرسه که حاکمیت آرام آرام شاید دیر داره متوجه میشه که باید اقداماتی رو انجام بده. فکر میکنید این فشارها ممکنه به جایی برسه که حاکمیت خودش رو اصلاح بکنه؟ ببینید، من امید زیادی به اصلاح کردن حاکمیت بدون تناسب قوا ندارم، اما باز برمیگردم سر بدنه جامعه و توانایی‌های او، چون میتوانه اون تناسب قوایی را ایجاد بکنه که حاکمیت خودش رو به ترتیبی منزوی بشینه که تن بده. اون رو اجازه بدید یه تفاوت نظری با جناب آقای عبدیفر اسمشون ببخشید. آقای محیط‌فر هست. آقای محیط‌فر دارم. درسته شما جامعه شناسید، منم شاگرد شما هستم، شما هم در میدان عملی. اما جامعه ایران باز من که از دور نگاهش میکنم و از نقطه نظر تاریخی ببینم در گذشته تاریخیش، درست این نهادهای سنتی هرمی شکلی داشته که این نهادهای سنتی هرمی شکل الان سخت ضعیف شدن و به جاشون نهادهای دیسیپلین مدنی قوی متمرکز مثل اون چیزی که حزب کمونیست چین داره یا خود چین داره، سیستم اداریش داره، نداره. اما این جامعه از قدیم الایام یک نوع عادت به خودجوشی و همیاری از پایین داشته. من این اگر خودجوشی و همیاری از پایین رو نگاه بکنم و در همین روزهای بحران کرونا میبینم، این داره به حدی سرعت پیدا میکنه در جامعه. تبلوراش رو ببینید، در ویدئوی 4 تا دونه پرستار بیمارستان کامکار قم یا صداهایی که از این اطباء میشنوم این طرف اون طرف در ایران میبینم، نمونه شد در رفتاری که در خود خیابانهای تهران و حتی قم میبینم. و بحران کرونا بحرانی است که مشخصش عبارت است، یعنی درست احتیاج به نهاد داره، اما ابتکار فردی، شروع کردن این که فرد خودش رو از مرحله اول عامل ببینه، خودش رو از فضای بیرونی خودش اول قرنطینه بکنه، دیگران قرنطینش بکنن، وارد یک نوع تعاملی به این شکل بشه، به من اجازه بدید بگم من نشانه هایی از این که بدنه جامعه از خودش حرکت هایی نشون میده که درست در بخش هایی از حکومت که ناگزیر با مردم سر و کار دارن باید خودشون رو تطبیق بدن، نشونه شون میبینید و حتی تا اونجا میره که امروز اعلامیه تولیت مشهد با اعلامیه تولیت قم زمین تا آسمان موضوعش فرق میکنه. در همین زمان هم وقتی میبینیم که عربستان سعودی هم
عمره رو معلق میکنه، خیلی سختتر خواهد بود که الان فردا باز دو مرتبه تن ندن به این جماعت هایی که باید جماعت ها رو الان کمتر و کمتر بکنن، رعایت بعضی از اصول بهداشتی. و کرونا درست یک خودجوشی و ابتکار همگانی، البته قبول دارم هماهنگ میخواد، نهادی نمیخواد. نهاد در ایران ضعیف شده، اصلا حکومت از نهادی که در کنترل کامل خودش نباشه میترسه. بالاترین تعداد زندانیان الان در زندانهای ایران نهادهای مدنی و افراد این نهادهایی که علل اصول نسبت به نهادهای مسلح حکومت خیلی نحیفن. اما چرا؟ سمبول هایی که این نهادها دارن، خانم نسیم رستود، خانم نرگس محمدی، خانم بیانی که جزو ظریف‌ترین بخش های ایرانی، اینه که این جامعه آمادگی نوع جدیدی از سازمان دادن خودش رو داره. و من امیدوارم که در این بحران بهداشتی که با مرگ و حیات جامعه سر و کار داره، زمینه وسیع بشه که ما نوع دیگری از همبستگی مردم ایران رو آقای مهیت‌فر. خیلی کوتاه اگر معذرت می‌خوام حرفتون رو قطع کردم. آقای سلامتیان، آقای مهیت‌فر اگر خیلی کوتاه پاسخی دارین بفرمایید. عرض کردم من هم در واقع در توان این ملت یک ویژگی‌های فوق‌العاده‌ای می‌بینم که قطعاً همونطور که جناب آقای سلامتیان استاد بنده فرمودن در مواقع حساس می‌تونه در واقع یک دفعه با یک تغییراتی شرایط جدیدی به وجود بیاره. ولی ببینید این تا زمانی که ما در درون یک چنین ساختاری قرار گرفتیم و این ساختار اساساً مانع هر نوع تحرک و هر نوع در واقع فعالیت‌های مدنی و سازماندهی و در واقع ارتباط بین نخبگان و افراد مؤثر، معتمدین، اونایی که واقعاً مردم به هر حال علی‌رغم همه مشکلاتی که به وجود آمده ممکنه که توجه به اونها بکنن هست، متاسفانه ما نمیتونیم این رو به کار بیاندازیم. من این رو همیشه اعتقاد داشتم شرایط فعلی در واقع شرایطی است که قطعا با مجموعه جهات داره به سمت بحرانی تر شدن و وخیم تر شدن اوضاع پیش میره. ولی اینکه آیا در یک مقطع حساس با یک اتفاق ویژه‌ای یک شرایطی برای کنشگری مؤثر و نهادمند جامعه فراهم بشه، قبل از اینکه البته متاسفانه ما برسیم به جایی که دیگه اصلا امکان چنین کنشگری وجود نداشته باشه، من موافقم که قطعا ما در مقاطع تاریخی چنین وضعیتی رو داشتیم. این در حال چون حوزه خود منم تا حدی جامعه شناسی تاریخی هم هست به این مسئله وقوف دارم. ولی اگر ما مسئله رو در چتر شرایط امروز ایران ببینیم، متاسفانه در واقع شرایط به سمت بحرانی تر پیش میره و همین رابطه به اصطلاح حاکمیت و مردم و همچنین متاسفانه این سردرگمی که الان در جامعه ما به وجود آمده و افراد نمیدونن در واقع چه کار بکنن و فرصت برای تعامل هم نیست و حتی 4 نفر هم که مثلا به صورت محیط زیستی میخوان مثلا کاری انجام بدن به اون شکل باشون مواجه میشه. بنابراین در واقع در چنین شرایطی اساساً اساس بر در واقع تشدید بحران و من به همین دلیل که واقعا به شدت نگران هستم این بیماری قطعا هر جایی مسائل و پیامدهای دیگه داره، ولی در ایران به نظر من این بیماری میتونه بسیار بسیار تاثیرات منفی ایجاد. حدود 4-5 دقیقه وقت داریم برای پایان برنامه. میخواستم از هر سه مهمان بخوام که در حدود 1.5 دقیقه اگر حرفای پایانیشون رو بزنن، فکر میکنین چطور حاکمیت ایران باید بر این ویروس و همه گیر شدن اون فائق بیاد و این ناامیدی که آقای مهیت‌فر از جامعه ایران بهش اشاره کردن رو مردم هم بتونن به اون فائق بیان؟ آقای میلانی شما بفرمایید. ببینید من فکر می‌کنم دوران اتفاقا رهبری‌های هرمی به سر آمده. ما در عصر شبکه زندگی می‌کنیم. این رژیم تمام تلاشش رو می‌کنه که شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های مجازی رو حتی امکان یا ببنده یا درش یه مش حزب اللهی بیاره که با فحاشی و حتاکی نذارن مردم حتی در این شرایط بحرانی با هم صحبت بکنن. تنها راه نجات ایران به گمان من، تنها راه نجات
این است که این رژیم بپذیره که توان حل مسائل ایران رو نداره و قبل از اینکه ایران رو داغون بکنه، قبل از اینکه بیشتر کشته بشن، بره کنار و بگذاره اونهایی که ساخته این کار هستن و در جامعه ایران هستن و بخش اعظمشون در داخل خود ایران هستن و نشون دادن که هم کفایت دارن، هم بصیرت دارن، هم در لحظات بحرانی میتونن سازماندهی بکنن، اونها که ساخته این کارن بیان و این کشتی رو که اینها به گل نشوندن از این فاجعه که ایران رو به گمان من تهدید میکنه نجات بدن. ممنونم آقای سلامتی، هم شما بفرمایید. ببینید، ویروس کرونا همه رو، تک تک افراد رو مورد تهدید قرار میده. هیچ کسی فکر نکنه که از تهدید مسئوله. این احتیاج به دفاع تک تک و فردی داره و این درست اون مواد نیست که احتیاج داره شبکه افقی که جناب آقای میلانی بهش اشاره میکنن و اون احتیاج به اعتماد به نفس اون مردم داره. من عمده ترین مسئله که برای برخورد با این بحران میبینم که دارای نتایج سیاسی عظیمی هم خواهد داشت، مردم ایران با ابتکار و همبستگی فردی، خانوادگی، محلی، شهری، سرتاسری خودشون باید نشان بدن که چنان قادرند جانشین رخصانها و کمبودهای این حکومت هرمی زورگو بشن که علت وجودی زورگوی او را حتی برای مؤمنترین طرفدارانش علت را از بین ببرن. و من نسبت به این مسئله امیدوارم. ممنونم. آقای محیط‌فر، شما هم خیلی کوتاه بفرمایید. بنده با نظر آقای سلامتیان موافقم. برای حل این بحران یا حداقل کمتر کردن محدودهای این بحران، به هر حال همون پیشنهادی که اشاره کردن دیگه حداقل پیشنهادی است که میشه مطرح کرد، یعنی اینکه به هر حال مردم با توجه به شرایطی که درش قرار گرفتن بتونن به صورت خودجوش در سطح محلات، در سطوح دیگه که دارن فعالیت میکنن به کمک هم دیگه بیان. ولی برای خروج از این بحران اصلی که در واقع ریشه اصلی مسئله است، من فکر کنم که اگر همین بحران ناکارآمدی در مواجهه با این بیماری به طور جدی برای حاکمیت به وجود بیاد، امیدواریم که در واقع بخشهایی از این حاکمیت در واقع متوجه خطرات ادامه چنین وضعیتی بشن و نهایتاً کمک بکنن که مردم در جایگاه اصلی خودشون قرار بگیرن و جامعه مجدداً بتونه در واقع با توجه به شکل دادن اون مبانی اصلی رفتاری و کنشی خودش به کمک مشکلات و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بشتابه. ممنونم از هر سه مهمان و وقتی که به ما دادید. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، احمد سلامتیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و سعید محیط‌فر، جامعه شناس از تهران. و ممنون از شما که وقتتون رو به ما دادید و بیننده این برنامه بودید. براتون آرزوی سلامتی میکنم. شب و روزتون خوش.